آسیا یک پیکر آب و گیل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. چقدر قشنگ. سلام به همه همراهان عزیز هر کجای این کره پهناور که بیننده ویدیو ما هستید. سلام میکنم به شما دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که با یه برنامه دیگه اومده میشتون. توی این برنامه قرار سخنان تاریخی وزیر خارجه کشور افغانستان رو با هم دیگه بشنویم، امیرخان متقی که به ایران سفر کردن، در جمع سرمایه داران و سرمایه گذاران ایرانی و افغانستانی هستن و صحبت بسیار بسیار مهم و حساس رو انجام دادن که پیشنهاد میکنم حتما ما همراه باشید، تماشا کنید، قرار ریاکشن داشته باشیم به صحبت های ایشون. قبلش کامنت های شما عزیزان رو میخونم که دوست عزیزی برای ما نوشته. سلام به شما عزیزان ایرانی، ما خیلی دوستتون داریم، شما را به خصوص مادر جان قشنگتان را. ممنون از محبتتون. ما هم تک تک شما دوستان که برنامه ما رو تماشا میکنیم واقعا دوست داریم. دقیقا دل به دل که راه داره همینه دیگه. دل ما هم به دل شما راه داره و با عشق برای شما محتوای مختلف رو میسازیم. این ویدیو رو از یوتیوب چنل لید داریم، ما هم دیگه تماشا می‌کنیم. لینک کانال اصلی رو براتون داخل دیسکریپشن قرار دادم که به صورت کامل بتونید تماشا کنید. میریم این ریاکشن رو با هم دیگه شروع می‌کنیم. پس شما تجار صاحبانی هر دو کشور، از افغانستان و از ایران، میتونید که بیایید سرمایه‌گذاری بکنید. افغانستان فرصت‌های خیلی زیاد داره. مثلا افغانستان خاک شیرین و آب شیرین دارد. در عرصه کشاورزی بسیار کار میشه. زمینش پر از معدنیات است. الحمدلله. میشه که در معدنیات سرمایه گذاری شد که هم به نفع شما و هم به نفع ما باشه. این صحبت ها خیلی نکات مثبتی داره ها. کلا ورود سرمایه خارجی به کشور ها نکته بسیار مثبتیه. ایران هم سالهاست داره سعی میکنه سرمایه خارجی رو وارد کشور کنه و بتونه پروژه های مختلف رو بسازه. وقتی پروژه های مختلف رو حالا روند توسعهشون شروع میشه، اشتغال ایجاد میشه و بهبود رفاه مردم رو مشاهده خواهیم. خیلی خوب که دارن فکر میکنن به اینکه جذب سرمایه گذار کنن تو کشور. وقتی که تجار از بسیار دور می آید در افغانستان سرمایه گذاری می کنه، چرا از نزدیک نیاید؟ چرا از ایران نیاید که اونجا سرمایه گذاری بکنه؟ انشاءالله تعالی که شما بخیر بیایی ببینی، خود به خود تشویق میشه که بعد اینجا ما کار بکنیم. امنیت به او اندازه الله تعالی با مردم افغانستان پیرزو کرد که از بدخشان تا هرات، از فاریاب تا هلمند شب و روز اگر تجار میره، اگر سرمایه دار میره، اگر ٹھیکه‌دار میره، اگر مزدور و غریب کار میره، هیچ تشویش نداره. یک تجار با ما گفت که بیش از آمدن امارت اسلامی افغانستان 20% فایده ما سر امنیت خرچ میشود، حالی یک پیسدم خرج نمیشه. این نکات مثبتیه که اگر امروز سرمایه گذاری کنید در افغانستان شامل حالتون میشه. و این نکته جالبی هم که گفتن که از کشورهای مختلفی الان در حال حاضر سرمایه گذاری میکنن تو افغانستان. چرا از کشور همسایه است؟ چرا از کشور حالا دوست همسایه ایران این اتفاق نیفته؟ سرمایه گذاران ایرانی باید بشتابن به کشور افغانستان و این هم به نفع مردم ایرانه، هم به نفع مردم افغانستان که روابطمون هی بیشتر بشه. یک فایده است. امارت اسلامی افغانستان مصمم هست مثل که آل افغانستان مرکز ترانزیت شده و مرکز اقتصاد شده و شما میدانی که موقعیت افغانستان مثل که علامه اقبال میگه که آسیا یک پیکر آب و گیل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. چقدر قشنگ. یه شعر خیلی جذاب گفتن. یه چند تا راه ترانزیتی هم ساختن جدیدن در کشور افغانستان که اونها هم خیلی کمک میکنه که حالا آسیای مرکزی وصل شه حالا به کشورهای مختلف. از کشادی او کشادی آسیا، از فسادی او فسادی آسیا. حالا افغانستان در مابین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی بهترین راه است. حکومت تصمیم داره که از طریق واخان
کوریدور واخان با چین هم وصل شد. تصمیم داریم مثل که آسیای جنوبی و آسیای مرکزی وصل شده، همینطور شمال و جنوب هم. چین با آسیای مرکزی با ایران از طریق ایران به جهان وصل شد. چین هم که دیگه قطب همه چیه، واقعا چین همه چی رو تولید میکنه و یه جوری چین به افغانستان، افغانستان به ایران و ایران به کل جهان. آبهای آزاد هم خیلی زیاد داره ایران دیگه، مخصوصا در جنوب به راحتی میتونه حالا اجناس مختلف رو به کشورهای مختلف صادر کنه. این یک رابطه یکی در کنار دوستیه شکل میگیره. هرچقدر آره هرچقدر با هم باشیم سودش بیشتر میره تو جیب این دو تا کشور. این فرصت ها الحمدلله لزمینه مساعد شده. بخاطر اطمینان شما میگم فعلا در 34 ولایت افغانستان، در 400 ولسوالی افغانستان، در هزارها قریه افغانستان، یک قریه، یک جریب، یک میتر زمین هم در دست مخالفین نیست. ما هیچ کدام واقعی جنگی ندارن در افغانستان که پیش شده، حکومت مسلط شده، برای تجارت امنیت تامین شده. پس بسیار با اطمینان هر کس میتونه که بیایه و سرمایه گذاری بکنه. این امنیت و آرامش هم خیلی مهمه دیگه. آره، خیالشون راحت به سرمایه گذاری چه امنی دارن. قطعاً کسی که سرمایه داره میره اون سرمایه‌شو در کشوری میکنه، در جایی میکنه که بدون امنیت داره و حالا سرمایه‌ش برمیگرده. آره، این کارا رو هم کردن به خاطر اینکه با خیال راحت به سرمایه گذاری. خاطر جمعی داره میده. دنیا خصوصا غرب کوشش کرد که حکومت فعلی ناکام شود. سرمایه‌ای که ما داشتیم در امریکا حدود 9 میلیارد دلار بود، همه را مسدود کرد، تحریم ها وضع کرد، میخواست که بانک های افغانستان سقوط شود، ولی الحمدلله بانک ها هم از سقوط نجات پیدا کرده و پای خود روز به روز استاد میشه و قیمت کرنسی افغانستان، پیسه افغانستان شما اطلاع داری که به 130 رسیده در مقابل یک دلار 130 افغانی، ولی هسته هسته عالی رسیده به 69 افغانی. چقدر خوب ارزش افغانی نسبت به دلار بهتر شده. واقعا همه در ایران هم آرزوشونه که ارزش تومان، ارزش ریال یه روزی دوباره برگرده به روزهای خوب خودش. الان در افغانستان یه اتفاق افتاده. چی میخواین دیگه از مدل؟ بسیار بسیار خبر خوشیه. من خواهم اینو نمیدونستم تا الان. اتفاقات خوبی برای مردم میفته. آره، الان متوجه شدم. یه زمان یادم خیلی قدیمترها، زمانی که من خیلی کودکتر بودم، تومان خیلی ارزش بالاتری داشت نسبت به دلار. یعنی 1000 تومان ما از 1 دلار هم خیلی ارزشش بیشتر بود. بله، خب الان رفته رفته بسیار بسیار ارزش تومان نسبت به دلار اومده پایین تر متاسفانه. 1 دلار به 69، یعنی شاید در سطح جهان یگانه پیسه و کرنسی باشه که در مقابل دلار بالا میره. یه با دلالت به ثبات میکنه، دلالت به تدابیری خوب میکنه که حکومت پیلی گرفتگی است. همچنان فساد گم شده، رشوت گم شده. وقتی که فساد نباشه، رشوت نباشه، بیروکراسی نباشه، پس همی بستری بسیار خوب است برای تجارت. و دیگه چیز که ما و شما را نزدیک میکنه و یه هست که اهل سنت و الجماعت و اهل تشیع، حکومت فعلی در افغانستان که هست، تبعیض و تعصب و این چیزا را وقت نمیده. این قشنگه دیگه، این قشنگه. اهل هر مذهبی هستین، هر تفکر فکری دارین، که کنار هم دیگه بتونیم با آرامش زندگی احترام کنیم، احترام بذاریم به همه عقاید. دقیقاً، اینکه به عقاید احترام گذاشته بشه از همه چیز مهمتره. هر کسی عقیده خودشو داره، واقعا میشه با هم صحبت کنیم، میشه با هم گفتگو کنیم، ولی اینکه تعصب ها رو که گذاشتن کنار، خیلی نکته جالبی گفتن، تعصب ها رو گذاشتن کنار تا بتونیم در امنیت و آرامش کنار هم دیگه زندگی کنیم. به همه احترام دارن،
همه را حقوق میده. در افغانستان تمام اقوام از تاریخ در افغانستان زبان پارسی و پشتو زبان رسمی ما بود، حالیم زبان رسمی ما هست، هر دو زبان ها. در حکومت از هر قوم الحمدلله وزرا داریم، معین صاحبا داریم، والی صاحبا داریم، از هر ولایت و از هر منطقه. نه تنظیم پرستی هست، نه قوم پرستی هست، نه کماندان سالاری هست، نه ملوک الطوایفی هست، یک نظام هست و نظام هم اسلامی هست، عدالت برپا هست در تمام افغانستان. حتی یک مسئول بلند پایه نمیتانه که یک بسیار یک کسی غریب و کوچک بیگناه بگیره یا آزار بده. این خیلی درسته. یه نکته ای من خیلی توجهمو جلب کرد، معمولا بزرگان کشورا میان میشینن وقتی مثلا پشت بلنگو صحبت میکنن که مثلا وعده وعده میان مثلا تعریفایی میکنن، شاید مثلا مردم گوش کنن بگن چیزه مثلا این مثلا اشکال داره یا نیستش، ولی اینکه ما مثلا خودمون تو این تاکسی که جدیدن رنگ کردن به رنگ آبی، دیدی که مثلا روش هم به زبان پشتو نوشته بودن هم به زبان فارسی. الان ایشون هم داشت همینو اشاره میکرد، میگفتش که ما هر دو تا زبان رو تو کشورمون از قدیم بوده، پشتو فارسی الان هم هست، زبان کشور ما این دوتاست. دقیقاً هر دو تا زبان رو احترام میذارن، به همه قومیت‌ها احترام میذارن و سعی میکنن که به مردم اول از همه احترام بذارن. این مهمه. امیدوارم که با محکمه برم او را جلب کنم. پس سخنای خود را زیاد چی نمی کنیم، وقتتان را زیاد نمی گیریم. دیگه هم مواقع خیلی زیاد است، خب دیگه شما بیایی اونجا به سر چشم خود ببینی، باز می پامی که چی ما که چیز شنیده بودم. اینجا خب وضعیت خیلی خوب شد الحمدلله. و یک توصیه‌ای که آخر می کنیم توی است که برادران عزیز، در مقابل امارت اسلامی افغانستان تبلیغات خیلی خطرناک میشه، ولی او تبلیغات گوش نشوه، هرچی به سر چشم دیده شوه. اینم حرف درستیه. چند وقت پیش بلاگر ایرانی که به افغانستان رفته بود ما ویدیوشو براتون گذاشتیم، اون هم دقیقا همینو گفتش. وقتی میای ایران اکسپلور رو حالا میبینی، میبینی که اصلا سیاه نمایی یه جورایی بیشتر، همه دارن میگن افغانستان اینجوریه اونجوریه. آره ولی میگه وقتی خودم رفتم اونجا دیدم چقدر مردم مهمون نوازی دارن، چقدر همه چی خوبه، چقدر ایرانی ها رو دوست دارن. و اینکه ایشون هم دوباره همینو دارن اشاره میکنن به این نکته مهم که خودتون باید برید ببینید و حالا این حرف و حدیث ها رو زیاد بهشون توجهی نکنید. منم بلاگر صحبتاش اینو ثابت کرد، پرسان شوه، بره و ببینه، از کسانی پرسان شوه که در افغانستان هستی، از افغانستان آمده. او تبلیغاتی از طرف غرب میشه، برای او گوشت نشوه، زیرا 20 سال امراج در جنگ بودیم، باز بیچاره در افغانستان شکست خورد و شکست میتر شکست ساده نبود. حالی ما از اونها توقع نداریم که سر ما گلپاشی بکنه، همین تبلیغات ها یک وقت میکنه هسته هسته او هم انشالله شاید حقایق درک کنه. مرسی از شما، مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر در افغانستان زندگی میکنید یا اینکه به افغانستان به تازگی سفر داشتید، میتونید حتما برامون کامنت بذارید، داخل کامنت ها بنویسید از تجربتون از کشور افغانستان، که حالا تجربه خود مردم به نظرم درست تره دیگه، تجربه واقعی رو چون ما اونجا زندگی نمیکنیم، ما چیزایی که دیدیم تو ویدیوها یا سری اونا رو داریم. دقیقاً تجربه واقعی رو میتونید با ما سهیم بشید. حتما کامنت بذارید، نظرتون برام بنویسید. لینک ویدیو اصلا براتون میذارم داخل دیسکریپشن که مصاحبه کاملتر و ویدیوی کاملتر رو تماشا کنید. ممنون از همراهیتون، مرسی که کنار ما هستید، یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید و تا فردا با یک ویدیوی دیگه شاد پرانرژی و صحتمند باشید. حالتون جور و درجه یک. فعلا خدافظ. در پناه خدا باشید.